حبیب داوودی. بله. آقای اصغر مظاهری. بله. آقای ماتیوس. بله. آقای حسن اولدوز. بله. آقای محسن شوشتری. آقای شوشتری. بله بله. لطفاً جعبه رو بیار برای من اونجا. عبد افن. باشه تو من؟ دیدی چقدر راحت از مرد ردت کردم؟ کار هرکس نبود. هیچ کی مثل من تو این کار خبره نیست. تو حالا نشده کسی از مرد رد کنم گیر بیفته. همین راننده ها اینو میدونن. بنابراین باید پول زیادی بهم بدی. کار خیلی مشکلی بود. با زندگیم بازی کردم. Sure, I will. Okay. Ne yapıyorsun? İstemiyorum. خسته نباشیم بریم ایست به حساب بعدا میام حساب میکنیم قابلی ندارم
سلام. سلام. خب چی شد؟ فکر تو کردی؟ تو گوه امروز جواب منو بدی. خیلی بابا، ما آفتاب نزده میزنیم بیرون که فکرامونه برسیم دور. اون وقت خانم خانما میگه سکرتو کردی یا نه. خیلی خوب باشه، میبرم اینت. تو خیال میکنی همش به خاطر سفره؟ شبا دیر میای خونه، روزا بدون خبر میذاری میری. چشم چشم، من یه سفر به تو بده کارم، فقط بزن مانی دستم بیاد، خودم نوکرتم. ای بابا تو چی میگی سیامک؟ خلاصه فراموش نکن تو به من قول دادی، به هر حال تو زندگی جدی باش. گرگ‌نون سرنوشتین یازدیرل. سلام. سلام. باز دیگه چی شده؟ من چه میدونم؟ از صبح اول وقت خانم شروع کرده به قهر زدن. آخه عزیز من، این که نشد زندگی. از روزی که با هم دیگه ازدواج کردین یه بند داریم با هم دعوا میکنین. آخه من از دست شما بچه‌ها چیکار کنم؟ شما جوونی، به جای اینکه گل بگین و گل بشنوین، مثل خروس جنگی به هم دیگه میپرین. مادر جون بشینید با هم یه فکر درست حسابی بکنین. به این که نمیگن زندگی. به هر حال مادر جون من نمیدونم، فکراتون رو هم بریزین، مشکلاتتون رو حل کنین. آخه اینطوری که نمیشه مادر. بس دیگه مادر، کوچیکتم به خدا، تو نگران نباش، من میدونم چطوری باش رفتار کنم، فکرش هم نکن. شما بشین من جمع. بله بفرمین. آقای سیامک خودتونی؟ بله خودم. مهمانی که قبلا صحبتشو با هاتون کرده بودم سر ساعت تو فرودگاه منتظر شما، یادتون نره. ای به چهش، مستقیم میارمش خدمتون. مادر. بله چیه؟ یه کار واجبی واسم پیش اومده، امشب دیر میام خونه، نگران نشی. به طاهره هم بگو. میبینی به خاطر همین کاراته که طاهره ازت دلگیره. چکرم مخلصم. مستر مکلود، خیلی چکرم. آیا به کارت You have a card. Okay. Welcome to Iran.
I am very glad for... کافیه. بهتر فارسی حرف بزنیم. ده. ما شما فارسی بلدیم. بهتر از شما. اوکی. خیلی خوب شد. عالیه. بفرمین. ماشین در خدمته. بفرمین. ساکو بیار. چشم. امانتیتون سعی سالم خدمت شما مثلا تا اسویش صندوق عقب لطفا خیلی چکرم خیلی ممنون. Thank you. آری بدر چی؟ You shouldn't let him go. بهتر فارسی حرف بزنی. اینجا تو ایرانی. فکر نمی‌کردم اینقدر ایرانی شده باشی. منم فکر نمی‌کردم تو اینقدر زرنگ شده باشی. مرز هوایی، زمینی، از کدوم یکی وارد کشور شدی؟ فراموشش کن. مأموریت تو دیگه تمومه. من دو تا کار بسیار مهم و حیاتی دارم که باید خیلی زود انجامشون بدم. اولیش اینه که بلافاصله خودم به منطقه X18 برسونم. ولی تا جایی که من میدونم اونجا یه منطقه یه درسته اینطور که معلومه تو اونجا رو خیلی خوب میشناسی. میدونی یک چیزهای اونجا هست که باید برگردونم مرکز و تو باید کمکم بکنی. بیا این آدرس اون پسر از سیامک راننده ی آژانسه. اون میتونه بهت کمک کنه اما به شرط اینکه در باغ سبز بهش نشون بدی. اون قبلا راننده یه سفارتخونه یه دوست بوده بعدش نمیاد بره خارج زندگی کنه. میدونستم تو این کار نیستی. این سویچ ماشینه. مدارک لازم تو داشبوردش گذاشته شده. مستر مکلود نگفتی ماموریت دوم چی بود؟ آه یس، I'll be back now. از صندوق عقب ساکمو بدین. بسیار خوب. تکون نخور. چی کار میکنی؟ بهتر آروم باشی آقای هونتر. برام تو خیلی آدم پستی هستی. شنیده بودم آدم شوخ طبیع هستی ولی این شوخی ها به تو نمیاد. خفه شو. باورم نمیشه. بیرون تو یا بخشمت. مکلود بهتر شوخی رو بذاری کنار. اگه بلایی سر من بیاد در مورد X18 دوچار مشکل میشی. نمیخواد بگی که اینو نمیشناسی. منظورم این میکروفونه. وقتی مرکز مأموریت دومو بهم داد یک که خوردم. باورم نمیشد.
ولی حالا باورم میشه که تو یک جاسوس. میتونی باهاتون رو بکشیم بالا. آفرین. عالی بود. سعی کن دشمن دستی کم نگیر. آقای محمدی با شما کار دارم. الان میام. نمیگی بله بفرمین. سلام جناب سرهنگ، حالتون چطوره؟ برای جناب سرهنگ، حتما. دوستان نباید به یه میکروفون قناعت میکردن. خب، کارو مشکل تر شده. اونا از یه ماموریت با رمز X18 حرف زدن. باید بگم هانتر میخواسته در آخرین لحظات این قضیه رو به گوش ماها برسونه. تو فکر میکنی اون صدای آخری چی بوده؟ بسته شدن در ماشین یا همچین چیزی؟ نه نه، منظورم صدای بعدیه. اینو رو تام برای اگه حدسم درست باشه ما دیگه نمیتونیم رو همکاری آنتر حساب. در حال حاضر مهمترین مورد اینه که تو باید ببینی X18 چیه. به علاوه این قضیه نباید روی همکاری خارجی ما اثر منفی بذاره. حتما. لطفا شروع کن. از 25 نفر زن و مرد خارجی که طی 24 ساعت گذشته از طریق مرزهای هوایی و زمینی وارد کشور شدن، 5 نفرشون تحت عناوین مختلف شغلی به تبریز موند. تنها این آقای ماتیوس تاجر یونانیه که به هیچ هتلی نرفته و از اقامتگاهش خبری نداریم. به هر حال اون فعلا یه نفر یا شاید هم افراد بیشتری رو کشته. اون یه ماموریت دیگه هم داره، باید بجنبیم. خب من میرم. بله قربان. این عکس رو برای روزنامه های امروز صبح تبریز و تهران فکس کنید. چشم. نمیدونم چرا دیر کردیم، سابقه نداشته، همیشه این موقع آژانس بود. گوشی گوشی؟ سیامک سامانه کنه سرقا. سلام، پیاده نشو. سیامک، از صبح تا حالا کجا بودی؟ میدونه که تا حالا منتظرتم. والا این لنگش لنگ زد، بردمش تعمیرگاه. خب مایی تو میشه؟ یه بنده خدا از صبح تا حالا 3 بار زنگ زده، فقط هم میگه آقا سیامک. منو؟ آره، اینم آدرسشه. چه میدونم، همش میگفت سیامک رو میخوام. بچه هایی که بودن یکی جای من میفرستدی. چرا نمیفهمی؟ اون فقط تو رو میخواد. خب که بود؟ نمیدونم، فقط لهجه به خصوصی داشت، فکر میکنم خارجی بود. خارجی؟ آره. جون من؟ جون تو. مطمئنی؟ آره بابا. بس یه نگی لازم شد. بزن بینم. خب ما رفتی با اجازه. آقا سیامک چیه؟ راستی پورسانت دیشب چی شد؟ حسن بابا جون، من که هنوز چوب خدم جیاد داره، قربون شکلت برم. باشه برم برگردم. ای بابا اینجوری که نمیشه، همه چوب خدشو برا خما میکشه. و دادشم وقتی حسن آقا بهم گفت که یه مسافر خارجی دارم، فکر کردم مهمون تازهی واسه هم رسیده. تو نگو مستر مک خان خودمونه. اسم من مستر مکلاده، مستر سیامک. اکی بسر، تو بازم که خیلی کشتی. چه خیلی
نهنگی. خیلی ببخشید. خب اگه زودتر میگفتی این جای تفریح بهتری سراغ داشتم. ولی خب اینجا بدک نیست، خلوته. Wonderful lake you got here. Yes. جای بسیار خوبیه، میل دارم کمی قدم بزنم. چشم. بفرم. به به، جدن که جای با صفایی مسته. بیم پایین. عجب هوایی بسر. میبینین چه هوایی خوبیه؟ تو شما یه هوایی بخورین، منم یه دستی به موتور ماشین میکشم. سرسی همک جم هانتر میگفت تو پسر سربرایی هستی، چطور شد که با هانتر آشنا شدی؟ والا بر بچه های سفارت تو تهران ما رو به ایشون معرفی کردن. چطور مگه؟ نفهیم. من میخوام یه کار تجاری گسترده در ایران انجام بدم، احتیاج به افراد مطمئن دارم، دستمزد خوبی هم میدم. چون من راست میگی مسته، اگه اینطور باشه من این اوتر نازنینم در خدمت گذاری جناب عالی حاضرین. راستی نگفتی برای هانتر چی کار میکردی؟ ببین مستر جون، باید خیلی ببخشین ها، اونم دوره جون شما همچی بگینگی انگار یه چیزیش میشد، اردوی چپندر قیچی میداد. خب ما مجبور بودیم اردوشو بخونیم. به ما چه مربوطه؟ ما همیشه دنبال یه لقمه نون حلال بودیم و سرمون دورایی که خودمون بود، هیچ وقت هم از خودمون کنجکاوی نشون ندادیم چون واسمون مهم نبود. واسه همین هم هیچ وقت سر از کارش در نیاوردیم، به خصوص حالا که ماموریتمون سنگین تر شده. چه ماموریتی؟ ای بابا، ماموریت که نه، منظورم مسئولیته. چطوری بگم مستر؟ همچی بفهمی نفهمی ما هم دیگه قاطی مرغا شدیم، میفهم که قط 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 قط. بهتره واضح تر حرف بزنی. این چه رمزیه؟ من تا حالا نشنیدم. رمز ممز چه بابا؟ گفتم ما هم قاطی مرغا شدیم، یعنی شازده دومات شدیم، میفهمی؟ به خاطر همین هم بود که اون تهرون لعنتی رو ول کردیم و اومدیم تو این شهر تا ببینیم خدا چی میخواد. تا تو با ماشین کار میکنی من این طرف ها یه گشته میذارم. بفرما بسه. میام. آمدم. مستر سیامک، امروز باید منو ببری مسافرت. دلار زیادی هم به تو میدم. دلار؟ در خدمتم. من این ماشین رو کردیم. ولی راستش اول باید با حاج خانم مشورت بکنم. حاج خانم. طاهر خانم. بله. آقا سیامک اومده پایین با شما کار. چرا نیامد بالا؟ نمیدونم. خیلی خوب باشه. سلام. خسته نباشی. چی شده؟ چرا نیومدی بالا؟ نمیخواستم زیاد معطل بشم. خب یه مسافر خارجی دارم برای طرفای ارومیه. چی؟ گفتی مسافر خارجی داری؟ آره، خارجی. یه دقیقه صبر کن. داره مبلغی که بهم پیشنهاد کرده. بهت گفته بودم دوست ندارم با یه خارجی بری مسافرت. از درآمد یک سالم بیشتره. خیلی خوب، پس دیگه حرفشم نزن. میگم چطوره با هم دیگه بریم؟ من یه ماه عسل به تو بده کارم. بله. خب با یه تیر دونشو میزنیم، هم ماه عسلمون رو میگیم. نه نه، حرفش هم نزن. تو مسافرت با یه اجنبی رو میگی ماه عسل؟
عجب حرفیه ها. ای بابا تو چقدر این خارجی پیله کردی. سب کن ببین چی میگم. گوش کن، بهت قول میدم همین یه دفعه. ببین این خارجی رو میرسونی مقصد، بعدش هم منو تو میریم دنبال کار خودمون. آخه چی بگم؟ خواهش میکنم، فرصت خوبیه. خیلی خوب، بذاریم شب فکرامو بکنم بعد با هم حرف میزنیم. چی چی رو امشب فکرامو بکنم؟ باید همین الان را بیفتیم. این مستر عجله داره، باید زودتر برسونیم به مقصد. به همین راحتی کارامو بل کنم به امون خدا، میرم اجازه بگیرم بیام. ای بابا اجازه نمیخواد، زنگ بزن بگو کار واجبی پیش اومده، مجبور شدم برم. باشه میام خونه. پس منتظرت هم. سلام علیکم. بله بفرمایید. سلام جناب سرهنگ، خسته نباشید. سلام جناب سرهنگ. درست توجه کن، یه موردی هست که شاید به دردت بخوره. خیلی ممنون از اینکه به فکر ما هستین جناب سرهنگ. صبح امروز مورد مشکوکی با یه ماشین آژانس حوالی ارتفاعات عمومی شهر دیده شد. گویا طرف لهجه خارجی داشته. این ممکنه برات کمکی باشه. متشکرم جناب سرهنگ. خبر خیلی خوبی بود. عالی شد. بزن بریم مرکز. چشم. مرکز کنترل گشت محمدی هستم. مرکز بگوشم. گلیه گشتی ها توجه کنند. برای شناسایی مورد 165 با تمام آژانس های کرایه اتومبیل و شرکت های مسافربری تماس برقرار کنید و نتیجه رو بعد از تحقیقات به مرکز گزارش کنید. اوامر اطاعت میشه. تمام. متشکرم. تمام. سلام. سلام. ببخشید بین مسافرین که برای خرید بلیط به اینجا اومدن با همچین شخصی برخورد نکردین؟ متاسفانه به نظرم آشنا نمیاد. ببخشید شما امروز این شخص رو ندیدین؟ نه اولین بار میبینم. سلام. خسته نباشید. ببخشید شما صاحب این عکس رو میشناسین؟ نیومده اینجا ازتون بلیط بخره؟ سلام. خسته نباشیم. اگه ماشین میخواین متاسفانه ندارین. نه کار دیگه ای دارم، دنبال صاحب این عکس میگردم. ممکن اومده باشه اینجا از شما ماشین بگیره. خارجی؟ خب معلومه. چطور مگه؟ صبح یه مشتری تلفنی داشتم که لهجه خاصی داشت. اصرار عجیبی میکرد آقا سیامک بره دنبالش. آقا سیامک کی؟ راننده خودمونه. خیلی ممنون، ببخشید مزاحم شدم. خیلی لطف کردید. محمدی ظفر. محمدی ظفر. ظفر محمدی به گوشم. تو موقعیت 22 ما به مورد مشکوکی به اسم سیامک برخورد کردیم. هر چه سریعتر مشخصات سیامک رو از مراکز استعلام کنید. شنیدم. تمام. حرکت. بیر مومن پلیز مستر جون. چکرم مستر. سلام. سلام. حاضری؟ آره. بداش. این کجا بود؟ پس ماشین خودت کو؟ اما آژانسه. اینو کرایه‌اش کردیم. نظر مستر بود. مستر بعضش توپه توپه. صبر شو بریم. هوا پس مستر. باز که شروع کردی داره. من خودت موافقت نکردی. ببین سیامک، نمیخوام ناراحتت کنم، خودتو بذار جای من. نمیدونم چرا از این مردی که بدم میاد، دست خودم نیست. ای بابا، همیشه هر وقت که فرصتی پیدا شده تو زندگی جلو بیافتم، یه سنگ از آسمون اومده صاف افتاده جلو پای من. یکی من توی شهر راننده کمه. خب حالا که همچین مشتری دست به نقدی بتونم خورده چرا ولش کنم؟ تو درک نمیکنی من چی میگم. من یادم تو زندگی چند دفعه شانس میاره. توکلت به خدا باشه، روزی رو اون میده. باز شروع نکن. اینقدرم تو گوش من از خدا پیغمبر نخون. میدونم، به خدا میدونم، میدونم تو سوادت از من بیشتره، تقوات از من بیشتره. اصلا نمیدونم اگه دخترم هم نبودی حاضر میشدی با من زیر یه سقف زندگی کنی؟ از اینکه یه شوهر دیپلمه راننده کارمند اجنبی ها دوچارت شده؟ هیچ وقت فکر نمی کردم در مورد من اینجوری فکر بکنی.
من کی سواد و تحصیلاتمو به روخت کشیدم که حالا بی انصافی میکنی؟ تو چطور دلت میاد؟ ما هنوز 6 ماه نشده که ازدواج کردیم، به خاطر همین ندونم کاری هایی که زمین رفته شد. خیلی ببخشید، با شما نبودم، با اون یورو خارجی بودم، میفهمی که؟ خب بیبر. باشه، با تو میام، فقط به خاطر اینکه ثابت کنم داریم دی تو چند ناکرت هم بخود. بشین بریم، زود باش. اطاعت. سری برو طرف نمیزه. باید بریم کوچه اعتصامی پلاک 18. سیامک برزویی 23 ساله، 6 ماه پیش ازدواج کرده. قبلا راننده یک سفارت خارجی در تهران بوده. به اصرار همسرش از سفارتخونه استفاده داده و به این شهر منتقل شده. همسرش هم اکنون کتابدار کتابخونه است. خداحافظ. به سلامت. مواظب خودتون باشید. باشه چشم. کی میتونه باشه؟ نکنه بچه ها چیزی جا گذاشتن؟ اومدم! اومدم! سلام مادر. سلام. منزل آقای سیامک برزویی؟ بله، فرمایشی بود؟ اتفاقی افتاده؟ بچه هام؟ تو رو خدا اگه چیزی شده به هم بگین. ساندویچ میخوری؟ آره، متشکرم. یه روزنامه هم برام بخواه. باشه، چشم. مستر سیامک بیا، لطفا. بله. مستر سیامک، لطفا یه چیز نمیدونم شما چی بهش میگین. آها، یه مپ برای من بگیرید. آها، باشه شش. حتما، بتاعت. این چی گفت؟ منظورش نقشه است. آها، اوکی، اوکی. تانکیو. خب، من خیلی ازتون متشکرم، خانم. که به من کمک کردین. شما انگلیسی رو خیلی خوب بلدین. این خوبه؟ ما خارجی ها شرایط شما زنها رو درک میکنیم. مردای شرقی خیلی سخت بگیرن، چون شما مجبورین توی چی بهش میگین شما تو صندوق خونه زندگی کنین، درسته؟ خودتون بهتر میدونین ما نه تو صندوق خونه زندگی میکنیم، نه مجبوریم زندگی شما رو بپذیریم. اینا یواش تبلیغاته، به اینم میگن چادر، برای جلوگیری از چشم. میتونیم بریم. خب اینم روزنامه رو آب میده شما. بسی آب انگور برات گرفتم. دست درد نکنی. بفرمایید. بسر، این هم مپ شما. این مرفت خیلی گرون حساب کرد. روزنامه رو بذار کنار، آب میوه تو بخور. گودی گشته های منطقه 94 شرقی توجه کنند. مسیرهای خیابان 41 و 42 تا منطقه 55 قرمز اعلام میشه. تکرار میکنم، مسیرهای خیابان 41 و 42 تا منطقه 55 قرمز اعلام میشه. خودروی مورد نظر حامل 3 سرنشینه، 2 مرد و 1 زن. تمام. خودروی مذکور احتمالاً بیوک، شولدت و کادیلاک. مفهوم بود؟ تمام. مادر جون خوب دقت کنید، ممکنه ماشین هنوز از شهر خارج نشده باشه. خدایا خودت کمکم کن.
سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی ببخشید. این آقا کی باشن؟ این آقا از نزدیکانه. میشه سوال کنم کجا داشتی میبریم؟ بله البته. میدونید باید خدمتون عرض کنم که آی حسینی؟ بله قربان. حسین جان بچه ها دارم میرن شهر، جا نمونی. چشم الان میرم. خیلی ممنون، میخدمت شما. خداحافظ. بفهمید. خیلی ممنون. مقصدتون کجاست؟ میرم برام. بفهمید. یه فکت فوریه، مواظب باشین همه ماشینایی که سرنشین خارجی دارن شناسایی بشن. خیلی مهمه. اطاعت. موفق باشین. خیلی ممنون. بفهمید خواهش می‌کنم. بفهمید. منظره خیال انگیزیه. ایران یک کشور غنی است. ما خارجی‌ها میتونیم کمک کنیم تا دیولپمنت در اینجا صورت بگیره. تو به غارتگری و جاسوسی ادامه بدین. خواهش می‌کنم دوباره شروع نکن. شما خیلی فناتیک هستید. برای همینم هم سر ناسازگاری دارید خانم. فناتیک، افراط‌گرا. حربه تبلیغاتی خوبیه. ولی اجازه بدین. میدونین اینجا چی نوشته؟ نه. پس لطفاً خوب گوش کنین تا براتون بخونم. یک طبعه اروپایی که تحت عنوان کار تجارتی وارد ایران شده بود به جرم جاسوسی دستگیر شد. ملاحظه میکنی؟ تو رو خود ادامش دادی. ببین تاهره، من نمیخوام بحث بالا بگیره، تمومش کن. تو نباید همش رو به یه چوب برونی. بین اونا آدم به خوب پیدا میشه. من که هیچ وقت فراموش نمی کنم وقتی تو این تهران لعنتی مشکل مالی پیدا کردم. بذار نشد به هم بگه گشنه یا تشنه ای. خب همینا بودن که بهم کمک کردن. بر منکرش لعنت. یعنی چی بر منکرش لعنت؟ ها؟ سوی چیه تاهره؟ من که سردر نمیرم. برای چی ساگ و پسکنده حرف تو نمیزنی؟ چی میخوای بگی؟ یعنی میخوای بگی من نوکر اجنبی شدم؟ آره، نه نه نه. چی رو آره نه نه؟ منظورم اینه که دو پاشیدن تا یه روزی بهره برداری کنن. برای چی این حرف رو میزنی؟ منظورت اینه که من گول خوردم و نوکرشون شدم؟ 100%، منظورم همینه. بس دیگه، اینقدر سرکوف نزد. بلم کن، دست از سرم بردار. هیچ وقت طاقت شنیدن حقیقتو نداشتی. نگردار، میخوام پیاده شم. بس دیگه تاهره، خواهش میکنم بس کن. سرم دیگه داره میترکه. همچی که کم میاری طبق معمول سر شروع میکنه. تمومش کن. بهونه خیلی خوبیه. نگردار، من میخوام پیاده شم. چیکار داری میکنی؟ میگم نگردار، میخوام پیاده شم. باشه، هرچی تو بگی. خیلی خوب، خیلی. تو چته؟ برای چه اینقدر لشبازی میکنی؟ خواهش میکنم سعی نکن تو چی کنی؟ چی رو توتیب کنم بابا جون؟ تو بیابونم برد کنم من نیست. چرا قبول کردی؟ چرا؟ یعنی این کسافت رو نمیشناختی؟ اصلا از خودت سوال کردی که چرا نزاش با ماشین خودت بیای؟ بیا، بیا این روزنامه رو بگیر، خوب به این عکس دقت کن، ببین؟ قرار ما این نبوده. کاری نکن که برای همه عمر پشیمون بشی. فکر نمی کردم ایرانی ها اینقدر باهوش باشن. بازی هنوز تموم نشده. کارش داری؟ خفشا، برو سوار شو. برو. دستاشو محکم ببند. ما کاریت نداری. مطمئن باش. کارتو بکن. فکر کلکم سر دور کن. خیلی نامردی بسن. قرار ما این نبود. خفشا دهانشم ببند محکم. اون خیلی زیاد حرف میزنه. یلا زود باش. چرا میزنیش؟ بلش کن. گوش کن، تمام قرارمون سر جاشه. بهتره پسر عاقلی باشه. بلش کن کسافت. کاری نکن. یه گلوله حروم بکنم. کرک زدی.
عکس تو روزنامه ها چاپ شده، تو کی هستی؟ عکسی کمتر بدونی به نفته. اگه بخوای زیادی کنجکاوی نشون بدی مجبورم. بلند شو رابیا. یه مخابره رمز بین پایگاه آمریکایی‌ها در شمال عراق و عمق 20 کیلومتری مرز ایران ضبط شده که کلمات X18 درش بوده. جالب اینه که در ارتباط بی سی می هم همین کلمات به کار رفته. واسه اون چی که مسلمه اینه که طرف باید در اطراف دریاچه ارومیه باشه. به احتمال زیاد باید حساب شده پیش برید. بله حتما. قربان. سلام جناب سرهنگ. سلام. این خبر رو همین الان دریافت کردم. دست درد نکنه. خبر از حرکت دو اکیپ 4 نفره از عمق 20 کیلومتری عراق به طرف ایران. با این حساب اگه بتونن از راه کوهستانی و بیابانی عبور کنن حوالی ظهر اینجا، خبر خوبیه اما کافی نیست. خب شما تکمیلش کنین. در ضمن بچه ها سفارش کنین که فقط تحت نظرشون بگیرن. چشم حتما جناب سرهنگ. پیاده شو بلاک ماشین عوض کن. برو پایین نمره رو عوض کن. باشه چشم. اینجا از هم جدا میشیم ولی 20 متر روشن بذار تا با هم ارتباط داشته باشیم. باشه. منطقه چیغلو منتظر میشیم. آره برو حرکت کن. باش دیگه احمد. تمام گشتی ها توجه کنن. در اولین فرصت تحقیقات و گزارش های خودتون رو به مرکز ارسال کنید. تکرار میکنم. در اولین فرصت تحقیقات و گزارش های خودتون رو به مرکز ارسال کنید. متشکرم. مستر سیامک، میتونی به من بگی اسم این منطقه چی هست؟ تو حتما میدونی. به من بگو اسمش چی هست. بهت میگم. کن نخواه ترست رد. من سر قولم هستم، هرچی پول بخوای بهت میدم. اگه تکون بخوری سراخ سراخت میکنم. مطمئن باش. میبینی من از تو سرنگترم نسیار.
تکون نخور کسافت. این چون بخوری مغز تو داغون میکنه. آروم باش سیاوش، آروم باش، اعصاب تو کنترل کن. ببین من به تمام حرفای زدم عمل میکنم، میبرم تو خارج از کشور، یه زندگی راحت و بی درد سر براتون فراهم میکنم با تمام امکانات رفاه. آره چونه خاله، من اقامت میگیرم. من در اونجا استثنایی خفشان باور کن. حالت خوبه تهره؟ خیلی خوب. ببینم یلا برو سوار شو. بیا اینو بگیرم و باز میشه. نه من نمیتونم سیامک، آخه میخوای چیکار کنی؟ بعدا میفهمی، نترس. اگه خواست کاری بکنی چی؟ چی؟ یه گوله رو بشکنی. حالا چی کار میخوای بکنی؟ با ترس میبرم که همینش میگه، فقط جام خود ماشه رو بکش. باشه. محمدی مرکز، محمدی مرکز. مرکز، هر چه سریعتر این رمز رو به جناب سرهنگ برسونید و نتیجه رو اعلام بکنید. R20 X18 محمدی علی ابن ابی طالب پرواز پیروزی. تکرار میکنم. R20 X18 محمدی علی ابن ابی طالب پرواز پیروزی. تمام. شنیدم. تمام. متشکرم. خیلی مواظب باش. بیا پایین. تو رو خدا احتیاط کن سیام. باشه، فقط مستر کلک بی کلک. به جام خدایا کمکم کن سیامک. هی وایسا. میگم هوا سرده، سرما میخوری، بگیرش. نه، میدونم که خیلی اذیتت کردم. من چیکار کنم؟ سلام علیکم بازی، بویروز. ببخشی این کاغذ قلم میخواستم، لطفا زودتر. اشتباه بزرگی کردی،
اگه با من کنار می اومدی پول خوبی گیرت می اومد. البته هنوزم دیر نشده. بازم شروع کردی؟ بیا بیرو. تو بالاخره کدوم طرفی هستی؟ یه روز این طرفی، یه روز اون طرفی. ما که نفهمیدیم. نمیخواد بسن فلسفه ببافی. یلا زود بشا بیا. اینو هر چه سریعتر به پلیس برسون. خیلی دقت کن، مسئله مهمی پیش اومده. بله. چون دو نفر در خطره. یعنی من به شما. ای آقا، یادت باشه چی گفتم. سعی کن تا یه ساعت دیگه برسونی. وای گدم وای. تاپانچا. خیلی خوب. سلام شما. شو. مگه اینجا رئیس نداره؟ از بشامی به قادر، از بشامی به قادر. قادر به گوشم؟ شما الان کجا هستیم؟ ما الان در منطقه چیغلو هستیم. میشه. اینو تحویل پلیس میدیم و خودمون میریم پی کارم. ببین تهره، قبل از اینکه به درد سر بیفتیم، یعنی چطور بگم، بهتر قالی این قضیه رو همینجا بکنیم. منظورتو نمیفهمم. منظورم اینه که این بابا رو ولش کنیم بره. یعنی چی؟ زده به سرت؟ آخه هرچی باشه پای منم توی این ماجرای لعنتی گیره. میبینم خیلی زود جا زدی. مثل اینکه دو دقیقه تنها بودن با مستر مؤثر افتاده. خیلی چه حرفیه میزنیم؟ به هر حال هر کاری بکنیم بیفایده است. چی بیفایده است؟ منظور چیه؟ من که سردر نمیرم. من به پلیس خبر دادم. چی؟ تو چی کار کردی؟ گفتم من پلیس رو خبر کردم. پلیسیه که خبر کردی. راهم بستم، کار من دیگه تمومه. میبینی خانم؟ نگاه کن، هر کاری دلت میخواد سر خود انجام میدی. من هزار تا برنامه داشتم، همه چی رو خراب کردی. مگه قرار نبود پلیس رو خبر کن؟ یعنی نباید اقدامی میکردی؟ من به خاطر کمک به تو این کارو کردم. تازه از کجا معلوم وسط رو بلای سرمون نیاری؟ آخه من چجوری به پلیس ثابت کنم که بیگناهم؟ اونم با سابقه که تو سفارت داشتم. چرا نمیخوای یه خورده عاقلانه فکر کن سیامک؟ چرا میخوای اشتباهات گذشته تو تکرار کنی؟ به خدا حقیقت هیچ وقت پنهان نمیمونه. خیلی خوب، سوار شو. چی کار میخوای بکنی؟ گفتم سوار شو. سیامک کاری نکن که پشیمون بشی. کار من از این هفته دیگه گذشته. به گوشم. مهمونا دارن میان، مواظب باشی. سریعتر، سریعتر.
اینجور دور سر خودت میشه؟ من اینکه نمیخوام گیری پلیس بیافتم. اون کیه؟ حتما رفقاش. بهتره تکون نخوری، رفقات هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. حالا چیکار کنی؟ نمیدونم. بازی بسته، بهتره عاقل باشی. بذار بره. چی رو بذارم بری؟ با اینا میخوای چیکار کنی؟ میخوای آرتیس بازی را بندازی؟ با اینا افراد مسلح که نمیتونی در بیافتی. ولش کن بره. نه لااقل نمیذارم به این راحتی قصر در بری. بذار من باشم صحبت کنم، شاید بتونم راضیشون کنم. اونا فقط به مرگ من و تو راضی میشن. زنده بودن ما براشون خطرناکه. کجا میری؟ صبر کن. تو اون که صحبت رو نمیشناسی، اونا ما رو زنده نمیذارن. هر دوشونو بکشید. من اطلاع خدا پیاده نشم. صبر کن. وایسا طاهره، وایسا از تو ماشین برگرد. خواهش میکنم، تو نمیتونی با اونا در بیافتی. نزنیم بسید. نه نزنیم. سر یک نزنیم. اما تو نه بزنم. سر یک نکن. صبر کن. نه طاهره این کارو نکن. من حروم زاده ها. سلام، چرا قدر دست باشه؟ یه نامه فوری واسه جان سروان دارم، بلدم. بلد منطقه 17 شرقی و 25 جنوب شرقی مشاهده شدن. اقدامات لازم رو به عمل میارید. تمام. از مرکز به محمدی، از مرکز به محمدی. محمدی، بگوشم. لطفا مسیر 17 شرقی رو کاملا تحت نظر داشته باشید. شنیدم، تمام. گشتی 24، گشتی 24، اگه پیام ما رو دریافت کردیم لطفاً اعلام هویت کنید. بگوشم. پیام شما رو دریافت کردیم، ما هم اکنون در مسیر 25 جنوب شرقی هستیم. تمام. اگر موردی بود با تو
همونطوری سرجت بشین، دستتو ببر بالا، ببر بالا! خیلی خواب را بیافت. اینها رو جمع کنید. از بشامی به قادر، از بشامی به قادر، از بشامی به قادر. صدای ما رو میشنوی؟ قادر جواب بده. از بشامی به قادر، از بشامی به قادر، قادر جواب بده. راحتی معلوم نیست کدوم گوری رفته. خیلی ببخشین قربان، معذرت میخوام، قادر جواب نمیده قربان. ممکنه اتفاقی براش افتاده باشه. آخرین باری که تماس گرفت از شهر بود. هرچی سریع تر تعداد این یخبانا رو زیاد کنید. بریم. دستتو بر بالا، بیا سرا. این دفعه دیگه نمیتونی قصر در بری، کارت تمومه. چرا
چطور جرأت کردی پاتو بذاری اینجا؟ نترسیدی؟ نشو! سر دوباره پیدا شد. میکشمت! میکشمت! کسافت عوضی! دفع شد! شد دوباره جا! نکبت! احمق بیشعور! چرا آوردش اینجا؟ جمعش کنین! بنا شو بینم! بنا شو! کن! برم کن! جهنم هم برید اونورد میام! افراد به جای خود! خبر! اوم! قدم! رو! اک! دو! سی! چار! اک! دو! سی! چار! افراد! بیش! افراد! بشینن! بدون! بسیار خوب. ستون یک و دو از سمت راست، بدو به طرف ماشین اول و دوم. اخبار دریافتی از شاهین معلوم میکنه که منطقه X18 مربوط به مخفیگاه متروکه آمریکایی‌هاست که مورد استفاده هلیکوپترهای مهاجم در صحرای طبس بوده. در ثانی مورد شده که مأموریت آقای متیوس خارج کردن یک محموله فوق سریه. خوبه. امیدوارم که تمام جوانب سنجیده باشه. ولی تنها نگرانی ما برای شاهین و اون پسره سیامکه. درسته. توکل به خدا. موفق باشی. خداحافظ. خدا نگهدار. سوار شو. دستگاه چه جواب نمیده؟ عالی بود، رفقات خوب عمل کردن.
نشو. خطرناکه. یکیشونو دیدم. این که محاصره شدیم چی کار کنیم؟ از من میپرسین چی کار کنین؟ یعنی شما نمیدونین چی کار کنین؟ نمیدونین وظیفتون چیه؟ جماشونو بگیرین! ببشت! برای قربان دینامیت‌ها رو کار بذارید. سر خطه. سریع‌تر. عجله کنید. میخوام اینجا رو به جهنم واقعی تبدیل کنم. بجنبید. زود باشید. عجله کنید. ابو سر بگوشم. ما الان نزدیک ورودی غار هستیم. تمام. از یاسر به محمدی بگوشم. یاسر بفرمید. میخواییم حمله کنیم، دستور چیه؟ با توکلی رو خدا هم داری شروع کنیم. چه صفت هم؟ میخواییم چکار کنیم؟ خفشو پرپیجی زن، شلی کن!
بذارید من تسلیمم. دستاتو بنده سمید. من تسلیمم. بیا بیرون. چشم. دستاتو ببر بالا. بیا بیرون. دستاتو بنداز. برونجا زود باش. بجام. بچله کن. یالا. چه مرگته؟ چی میخوای؟ اونو به دشمن زود باش. خیلی خوب آروم باش. گفتم اونو به دشمن. یلا بندتش. آروم باش. بگیر. چه فیلمه که دنبالش بودی؟ از تو بودی که اونا رو کشوند اینجا. با کار یلا. از اینکه اینجا منفجر بشه باید فرار کنیم. یکی دیر شناختمت. Make yourself up! شونو بگیر.